درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین علی اکبر ولایتی را شاید بتوان یکی از شخصیت های مرموز و تاثیرگذار جمهوری اسلامی نامید او سالها وزیر امور خارجه رژیم ایران بوده و بعد از آن به عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل وزارت خارجه در سایه رو تشکیل و مدیریت کرده او نماینده استعمار شرق در ایرانه به خاطر اینکه همیشه دنبال ایجاد روابط بسیار نزدیک با روسیه و چین بوده و سخنان او در هفته های گذشته درباره پوتین هم خبرساز شد او در مصاحبه گفته بود که رفتار پوتین و اعتقاداتش که در اعمالش بروز میکنه اعتقاد به معنویته و این در حالیه که چاپلوسی برای رهبران دیکتاتور سیاستیه که ولایتی چندین ساله اون رو نمایندگی میکنه و این مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در آخرین دیدارهای دیپلماتیک خود با سفیر چین ایران و چین رو متحد استراتژیک خواند او همچنین اشغالگری روسیه در اوکراین را رو مقابله آن کشور با تهاجم گسترده ناتو نامید ولایتی تاکید کرد که همکاری هایی که ایران، روسیه و چین در منطقه مانند برگزاری مانورهای مشترک دارند، بی تردید برای امنیت و سرنوشت منطقه بسیار مهمه و ایران به عنوان مهمترین کشور جهان اسلام آمادگی توسعه بیش از پیش همکاری ها رو داره به ویژه اینکه همکاری ها میتونن در منطقه خاورمیانه فعالتر بشن چرا که خاورمیانه قلب سیاسی جهانه و ایران بیشترین نفوذ رو در آن داره و با تشکیل قطب جدید روسیه و چین که در جریان سفر پوتین به آن کشور صورت گرفت منشای تحولات جدید و اثرگذاری خواهد بود و این در حالیه که اگر کسی از ملیت ولایتی خبر نداشته باشه فکر میکنه که این آقا نماینده روسیه و چین در خاورمیانه است این مشاوره به اصطلاح امور بینون ملل به جاده صاف این دو کشور در خاورمیانه میانه تبدیل شده و بیشتر از آن که سخنگوی ایران باشه سخنان چین و روسیه رو به زبان میاره. هنوز مفاد قرارداد 25 ساله این رژیم با چین از مردم ایران پنهان نگه داشته میشه زیرا مسئولین رژیم ایران بر این امر واقفن که هیچ ایرانی مفاد این قرارداد رو قبول نمیکنه و این در حالیه که سفرای چین و روسیه در ایران به فرماندارانی تبدیل شدن که در ایران حکمرانی میکنند. در همین رابطه بنابر اطلاعات دریافتی صبح امروز جمعه 28 مرداد ماه 1401 جلسه ای با حضور علی خامنه ای و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و اطلاعاتی از جمله فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده هوافضای سپاه همچنین رؤسای نهادهای اطلاعاتی مانند رئیس حفاظت اطلاعات سپاه و وزیر اطلاعات و برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و این در حالیه که خامنه ای دو هفته قبل از نهادهای نظامی و اطلاعاتی خواسته بود تا گزارشی درباره پیامدهای عدم توافق هسته‌ای رو به وی ارائه بدن در این جلسه از دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای نماینده حضور نداشت و قراره که جمعبندی تحولات هسته ای از سوی علی شمخانی ارائه بشه و اما آیا میدونید که هزینه و ضرر 8 سال جنگ با عراق هزار میلیارد دلار بود و هزینه و ضرر برنامه هسته که محتوی یک توالت هم روشن نکرده دو هزار میلیارد دلار بوده ارزش شرکت تویتا 59 میلیارد دلاره و بنز 58 میلیارد دلار یعنی جمهوری اسلامی 35 تا کارخونه بنز و تویتا رو در این سالها آتش زده دولت آمریکا وانه بود میکنن دیوانند من البته اینو قبول ندارم اما حقیقتا احمقه های درجه یکن شورای امنیت ملی آمریکا گزارش ها رو درباره موافقت دولت بایدن با ارائه تضمین های مورد تقاضای جمهوری اسلامی در روند احیای برجام برای پایان تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت های غربی فعال در ایران رد کرد. شورای امنیت ملی آمریکا در توییتی ضمن رد این گزارش ها گفته که ما هرگز چنین شرایطی رو نمیپذیریم و ما همچنین هیچ وقت از توافقی که داشت به درستی کار میکرد خارج نمی شدیم تا اکنون شاهد گسترش سریع برنامه هستهی ایران باشیم و این در حالیه که پیشتر در روز پنجشنبه سناتور جمهوری خواه آمریکا در توییتی نوشته بود که حکومت ایران در ارتباط با احیای برجام از دولت بایدن زمانت های خواسته که شامل پایان تحقیقات آژانس بینالمللی انرژی اتمی و معافیت شرکت های غربی فعال در ایران از تحریم ها و اجازه برای تسریع برنامه هسته ای تهرانه او خواسته های ایران در مذاکرات احیای برجام رو باج خواهی خوند و گفت که این موضوع پس از خروج فاجعه بار از افغانستان به عنوان یک شکست بزرگ دیگر سیاست خارجی بایدن در تاریخ ثبت میشه در همین رابطه پیش در سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به خبرنگار اسرائیلی گفته بود که گزارش های مبنی بر اینکه آمریکا امتیازات جدیدی را برای ایران پذیرفته یا در حال بررسی آنهاست کاملا نادرسته و اما طبق فهرستی که میان اصولگرایان نزدیک به دولت رئیسی پخش شده و به دست ما رسیده آمریکا با ارائه برخی امتیازات به ایران موافقت کرده که از جمله آنها می توان به رفع تحریم 17 بانک و معافیت شرکت های خارجی از تحریم ها در صورت خروج واشنگتن از توافق احتمالی اشاره کرد بر اساس فهرستی که اصولگرایان اون رو از سازش های آمریکا خواندن ایالات متحده توافق کرده که علاوه بر رفع فوری تحریم 17 بانک تحریم های 150 مؤسسه دیگه از جمله ستاد اجرایی فرمان خمینی رو لغو کنه طبق اطلاعات رسیده ایالات متحده همچنین توافق کرده که سه فرمان اجرایی ترامپ رو که پس از خروج آمریکا از برجام صادر شده بود باطل کنه بر اساس این فهرست واشنگتن همچنین موافقت کرده در صورت خروج احتمالی دولت‌های بعدی ایالات متحده از برجام شرکت‌های خارجی که با ایران همکاری می‌کنند از تحریم معاف بشن اما به مدت این معافیت ها اشاره اشاره‌ای نشده و همچنین آزادسازی فوری 7 میلیارد دلار دارایی ای ایران در کره جنوبی از دیگر موارد این فهرسته که آمریکا مورد پذیرش قرار داده بر اساس این فهرست آمریکا همچنین با تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی موافقت کرده دولت مردان امروز آمریکا راه میافتن دور دنیا به خصوص اون وزیر خارجه زشت نفرت انگیزشون ترور آلارم رسانه غیر دولتی اسرائیل که در حوزه اخبار ضد تروریسم و نظامی فعالیت داره با انتشار مطلبی در حساب توییتر از انتقال خامنه ای خائن به مکان امن نامعلومی خبر داده از سوی دیگه برخی شنیده ها حاکی از حضور خامنه ای در مشهده و این در حالیه که صدای شکست بزرگ خامنه ای میاد اما اگر اپوزیسیون سریعا متحد نشه جمهوری اسلامی ابتکار عمل رو به دست میگیره و فرصت برای انجام تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشورمون تمام میشه. حالا به نظر میرسه که آن فرصت طلایی در حال اتمامه چون یک هیئت خارجی محرمانه و مستقیما با علی خامنه ای در تماسه. ابراهیم رئیسی و تیم وی نیز کوچکترین دخالتی در این مذاکرات ندارن و تیم علی خامنه ای شامل علی شمخانی محسن رضایی و علی اکبر ولایتی و غیره در حال نهایی کردن توافقات برای پذیرفتن شروط آمریکا هستند. جمهوری اسلامی در چهل و سالگی خودش در دوراهی نابودی یا اصلاح اساسی ساختار قرار گرفته و این در حالیه که آمریکا نیز بارها اعلام کرده که به دنبال براندازی رژیم ایران نیست و اما در مذاکرات پیش روی ایران با آمریکا قراره که اعلام بشه شکست قطعی با حکومت ایران و علی خامنه ایه. اما شما اگر شنیدید که اختیارات رهبر با فشارهای آمریکا به حد بسیار زیادی محدود شده تعجب نکنید. اگر شنیدید که قرار حقوق بشر در ایران بر اساس استاندارد جامعه بینون ملل خصوصا ایالات متحده اجرا بشه اصلا تعجب نکنید. و اگر شنیدید که سفارت آمریکا در تهران افتتا و کشور اسرائیل به رسمیت شناخته میشه چشم هاتون از حدقه بیرون نزنه بله شکست قطعی جمهوری اسلامی در راهه و اما اشکال اصلی اپوزیسیون و برخی مردم اینه که هنوز روحانیت رو نشناختن روحانیت برای بقای خودش در قدرت شلوارش رو نیز هدیه میده من و شما که پیشکش و اما طی دو ماه تا سه ماه آینده حوادث و اتفاقات مهمی در کشورمون رخ میده و ما باید چشم به راه آن اتفاقات بمانیم چون جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که پای میز مذاکره با آمریکا نره و بر اساس اطلاعات قطعی ذخایر ارزی کشورمون پایان یافته و اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه حکومت حتی توان پرداخت حقوق نظامیان و کارمندانش رو در دو ماه آینده هم نخواهد داشت چون کلیه مبادی صادراتی کشورمون به وسیله ماهواره ها کنترل میشن و رژیم ایران حتی توانایی صدور یک قطر نفت رو هم دیگه نداره و اینکه اوزا میان مسئولان رده بالای کشورمون هم متشنجه و علی خامنه ای چاره جز امضای یک ترکمنچای دیگه با آمریکایی ها نداره کار به دور دوم ریاست جمهوری ترام هم نخواهد رسید. جان کلام این که در این میان کاش ما مردم سکوت نمی کردیم. منتظر حمله خارجی برای تغییر حکومتمون نمی موندیم و سرنوشت خودمون و نسل بعد رو به دست ترامپ و خامنه گره نمی زدیم. چون فرصت طلایی ما مردم برای تغییر اساسی در ساختار حکومت در دقیقه 90 قرار داره. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.